میشستم به برادر عزیزم محمد قرایی و خیلی خوب اشاره کردید محمد عزیز به چهار خواسته ای که رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین جلسه هفته پیش پارلمان فرانسه مطرح کردند و همونطور که گفتی خب اینا خواسته های درستی، خواسته های ساده ای، خواسته های برحقی. پاسخ شما اتفاقا در همین موضوع این برنامه امروزه. یعنی ببینید، ما برای اینکه دولت ها رو به این خواسته ها متقاعد کنیم، برای اینکه در واقع دولت ها رو به سمت این خواسته ها بیاریم، اهرمی جز همین پارلمان ها نداریم. پارلمان ها افکار عمومی این کشورها هستند. الزاماً این دولت ها به دلایل مختلف، به دلایل اقتصادی، به دلایل دیپلماتیک، به دلایل منافع خاص خودشون، منافع مقطعی خودشون، به دلیل اصلا سیاست مماشات، به سادگی پای بعضی از این خواسته ها نمیان. شما الان نگاه کنید، مثلا فرض کنید خواسته گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. خب پارلمان اروپا در ژانویه 2023 در این زمینه قطعنامه ای تصویب کرد. پارلمان انگلیس همین چند روز پیش در همین زمینه یک طرحی تصویب کرد. پارلمان های دیگه هم این خواسته رو کم و بیش مطرح کردند. خود پارلمانترهای ما در همین اکثریتی که پارلمان فرانسه گرفته این اومده. ولی الزاماً خب دولت ها این نیست که به سادگی پای بعضی از اینها بیان. براشون به هر حال اونا محاسبات دیگری دارن. ما چه اهرمی داریم؟ ما به عنوان یک مقاومت مستقل اهرممون پارلمان های کشور هاست. حالا پارلمان های کشور ها شما یه وقت یک یا دو پارلمان تر، سه پارلمان تر، یک نامه، دو نامه، یه وقت نه، اکثریت یک پارلمان یک خواسته ای رو پیش میبرن، مطرح میکنن. اینجا خب به تدریج ما میتونیم فرض کنید یک خواسته رو، یک موضوع رو دولت ها رو مجاب کنیم یا در بعضی دولت ها پیش ببریم این خواسته رو. شما مثلا نگاه کنید در ترکیب اکثریت هایی که ما داریم، مثلا در ترکیب همین اکثریت فرانسه، خب ما هم بخش بزرگی از گروه اکثریت حاکم رو داریم، یعنی به هر حال نمایندگانی که متعلق به بخشی از همون دولت هستن. خب خودشون تو دولت نیستن، تو مجلس قانونگذاری هستن. و در کنار اون خب نمایندگانی از اپوزیسیون رو داریم. یعنی فرض کنید تو همین ترکیب فرانسه رو من براتون مثال بزنم، اکثریت حاکمش 3 تا حزبن، 4 تا 5 تا حزب تو اپوزیسیون هستن. حالا ما با 4 تاشون مشخصا کار میکنیم. خب اینها مشترکاً پای یک خواسته اومدن. این همون اتفاقاً یک بیانیه استقلال همین مقاومته. چند وقت پیش تو همین همیاری به استقلال مالی این مقاومت اشاره بود. خب استقلال سیاسی این مقاومت هم همینطوری به دست میاد. یعنی ما اینطور نیست که تابع هیچ دولت یا خط دولت یا تصمیم دولتی باشیم، بلکه ما از طریق افکار عمومی، از طریق نمایندگان این کشورها، اون خواسته ای که خواسته ای مردم ایرانه، خواسته ای برحق این مقاومت، این رو نهایتاً با این قطعنامه ها، با این اکثریت ها تلاش میکنیم که به اون دولت هایی که پی منافع خودشون هستن تحمیل کنیم. بنابراین این بخشی از همون جنگ در واقع یا همون دیپلماسی پارلمانیه که ما در این سالها پیش بردیم. بله، با تشکر توضیحاتتون. همکاران ما گفتگوی داشتن با آقای ژان پیر برار، نماینده سابق مجلس فرانسه، که در همین آخرین جلسه مجلس فرانسه در سالن ویکتور هوگو حضور داشتند و ازشون خواستیم در مورد این جلسه و سوابق فعالیت‌های کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک توضیح بدن. با هم گوش می‌کنیم. En 2008 à l'Assemblée nationale, nous avons constitué un comité pour un Iran démocratique. Et ce comité a rassemblé des députés de tous les partis, de gauche et de droite, parce que ensemble, au-delà de nos différences politiques, در سال 2008 در مجلس ملی فرانسه ما یک کمیته برای ایران دموکراتیک ایجاد کردیم
و در آن اعضای پارلمان از تمامی احزاب از راست به چپ را گرد هم آوردیم. به این دلیل که ورای اختلافات سیاسی من، ما خواهان اعلام همبستگی خود با میهن‌پرستان ایرانی بودیم که بسیار شجاع بودند و برای تحقق یک ایران دموکراتیک و رها شده از دست آخوندها مبارزه می کنند. همراه با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران دورانهای سختی را پشت سر گذاشتیم. ما برای خروج نام سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از لیست اتحادیه اروپا که سازمانهای مقاومت را تروریست معرفی کرده بودند مبارزه کردیم. ما در این اولین نبرد پیروز شدیم. سپس ما در کنار مقاومت ایران بودیم زمانی که تحت حملات در اشرف بود با تمامی کشتارهایی که در آنجا انجام شد. این بار هم البته توانستیم یک پیروزی زیبای دیگر را خلق کنیم. سپس ما مبارزه خودمان برای دفاع از نه تنها اعضای مقاومت در اشرف بلکه برای تحقق انتقال آنها به آلبانی ادامه دادیم. سوم این که وقتی امروز به آنچه که از 2008 اتفاق افتاده است نگاه کنیم، می توانیم این را در نظر بگیریم که گذر زمان به مبارزه مقاومت ایران مشروعیت داده است، همچنین به مبارزه‌ای که دوشادوش مقاومت ایران به پیش بردیم. برای همین این مایه مسرت زیادی برای ماست که توانستیم اکثریت اعضای مجلس ملی فرانسه و همچنین سنا را متقاعد کنیم که رژیم دیکتاتوری مذهبی در تهران قابل اصلاح نیست و باید از این توهم که برای رسیدن به این نتیجه مثبت برای ایران باید با دیکتاتور مذاکره کرد خارج شد. این یک میدان دیگر مبارزه بود و ما پیروز شدیم که به توهم و سیاست مماشات توسط کشورهای غربی در رابطه با دیکتاتور پایان بدهیم. تنها راه حل که اکثریت اعضای پارلمان را نسبت به آن متقاعد کردیم این است که باید دیکتاتور را سرنگون کرد. هیچ مصالحه ای امکان پذیر نیست. باید از شر رژیم مذهبی خلاص شد و ما موفق شدیم که حمایت اکثریت را در حمایت از این ایده که آلترناتیو در هیئت شورای ملی مقاومت ایران و راه حل‌هایش وجود دارد متقاعد کنیم. avec la dictature pour obtenir des résultats positifs pour l'Iran. Donc c'est une bataille aussi que nous avons gagnée pour sortir des illusions et des politiques de complaisance menées par les pays occidentaux à l'égard de la dictature. مشخصا در رابطه با طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، و امروز با خوشحالی این مبارزه را برای این هدف ادامه می‌دهیم که نشان می‌دهد که یک ایران دموکراتیک در دسترس است، آن هم به دلیل راهکارهای ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران. برای همین باید شکنندگی و ضعف نشان نداد. نباید به مماشات روی آورد و یا دنبال مصالحه بود و گفت راه دیگری وجود ندارد. اگر می‌خواهیم با آزادی مردم ایران به دست خودشان کمک کنیم که توسط کانون‌های شورشی سازمان یافته در داخل خاک ایران شروع شده است، باید از طرح ده ماده مریم رجوی برای یک آینده بهتر برای ایران حمایت کرد. برای تحقق دوران جدید در ایران مبتنی بر جدای دین از دولت و دموکراتیک، جایی که دین از حکومت جداست و زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند و جایی که تمامی گروه‌ها و تمامی اقلیت‌های قومی از حقوق برابر برای شرکت در ساخت آینده‌ای سرشار از پیشرفت و دموکراسی برای مردم ایران برخوردارند. با تشکر. Il faut être derrière les 10 propositions de Mariam Rajavi pour un avenir meilleur pour l'Iran, pour un Iran démocratique, laïque, où la religion et l'État seront séparés, où les femmes auront les mêmes droits que les hommes, où tous les groupes, toutes les minorités ethniques auront les mêmes droits pour participer à la construction d'un avenir de bonheur et de démocratie pour le peuple iranien.
بله، گفتگوی بود با آقای ژان پیر برار، نماینده سابق مجلس فرانسه. یه نکته من فکر میکنم که نکاتی که آقای برار گفت بخش از پاسخ برادر محمد قرایی هم بود، به این معنی که خب سوال محمد که من سعی کردم امیدوارم تا حدودی پاسخ داده باشم این بود که خب اینا خواسته های ساده ای هستند یا حق هستند، چرا دولت ها پاش نمیان؟ اینو واقعا و حق یک اشرف نشان و یک یار قدیمی مقاومت اینو میپرسه. خب آقای برار چند تا مثال خیلی واقعی زد. شما در نظر بگیرید آقای برار مثلا خودش کمونیسته، یه مثلا یه رجل سیاسی، یه کمونیست فعال قدیمی پارلمانتر خوشنامیه، این رفته با بقیه همکاران خودش که اصلا اپوزیسیون، مثلا این مخالف با عقایدشون، اونها که مثلا احزاب راست، در میگه ما 17 سال پیش اومدیم این کمیته پارلمانی رو تأسیس کردیم، همین کمیته پارلمانی که همین جلسه اخیر رو برگزار کرد این میگه که بعد مثلا ما گامهایی که برداشتیم، مثلا اومدیم گفتیم که مجاهدین تروریست نیستن، مقاومت مردم ایران مشروعه، اینا یک مقاومت برحقن. خب اینو اینا تونستن این حرف رو به کرسی بنشونن، دولت وقت فرانسه که پای این حرف نمی اومد. حتی وقتی که اتحادیه اروپا اومد گفت که اینا باید از لیست تروریستی خارج بشن، دولت فرانسه چون پرونده 17 جوان تعیین تکلیف نبود، باز در مورد این خواسته هم چیز کرد، فرجام خواست. خب یا خواسته های دیگه، مثلا این رژیم اصلاح پذیر نیست، خب حرف ساده ایه، امروز ساده شده. شما تمام اون توهمی که فرض کنید در دوران روحانی این به اصطلاح ادوارهای ظریف اینا، خب اینا رو همین کمیته های پارلمانی اومدن جمع شدن از ترکیبای مختلف، از حاکمیت و اپوزیسیون، این حرف رو پیش کرسی نشوندن و خودش گفت، گفت گذر زمان حق رو به ما داد. یعنی ما های جلو اومدیم یکی یکی این خواسته ها رو تحمیل کردیم، یا این حرف ها رو در رابطه با حاکمیت های خودمون به کرسی نشوندیم. مثلا مقوله سرنگونی، خب امروز همه میگن که این رژیم بالاخره راه حلی در درون خودش نداره، تغییر رژیم راه حل مسئله ایران. این حرف به سادگی به دست نمیاد. آره، اینا خب به قول برادر محمد اینا حرفای ساده ایه، ولی همین حرفای ساده رو تا شما یک اهرم قوی در پارلمان ها ایجاد نکنید، خب دولت ها الزاما پاش نمیاد، بهش گوش نمیکنن. آقای نظیری، حالا بعد از صحبت های آقای برار اگه فقط توضیح بدین، چون جلسه ای که اخیرا در مجلس فرانسه برگزار شد چه طیفایی درش شرکت داشتن و بیانیه و ماحصل اون چی بود؟ بله، خب این هم که در کمیت هم در کیفیت یه فراز جدیدی بود. اولا خب این بیانیه اکثریت همونطور که اشاره کردم در واقع جوان گذشته حاصل شده بود و در همونجا در مقابل مجلس هم یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن و ارائه دادن، ولی خب تحولات بعدش به خصوص حوادث پیرامون کهکشان اینا اجازه نداده بود که خود این بیانیه اکثریت اونطور که باید و شاید اهمیتش، ارزشش و جایگاهش در سیاست معلوم بشه. خب این اولا این اکثریت ترکیبی که داشت، 5 رئیس گروه پارلمانی این رو امضا کردن. وقتی میگیم رئیس گروه پارلمانی، خب تو پارلمان گروه های مختلف سیاسی هستن، بخششون تو حاکمیت هستن، بخششون تو اپوزیسیون هستن. شما الان اوضاع فرانسه رو نگاه کنید، این گروه ها سر موضوعات مختلف با هم اختلافات جدی دارن، با هم دعوا دارن، از نمیدونم مشکلات کشاورزا گرفته تا بازنشستگی تا هر چیز دیگه، مسائل داخل فرانسه. خب همین که اینها رو مثلا سر یک مقولاتی که مقولات مهمی هم هست، مثلا فرض کنید راه حل آینده ایران چیه، برنامه 10 ماده ای، نمیدونم نشاه نشه، اینها 5 گروه پارلمانی رؤساشون بیان پای این، و از داخل خود این گروه ها هم اکثریت بیشتر این گروه ها بیشتر از نصفشون امضا کردن. 3 تا از رؤسای احزاب فرانسه، احزاب مهم فرانسه، مثلا آقای سیوتی مثلا در حزب راست، رئیس حزب راسته، آقای مثلا فابیان روسل دبیر کل حزب کمونیسته،
این وسط آقای اولیویه فور رئیس حزب سوسیالیسته. اینا واقعا تو این مسائل دیگه اصلا با هم پشت یه میز نمیشینن. ولی خب همین آقای برار هم اونجا اشاره کرد تو سخنرانی خودش، گفت اینا اصلا یه چیز عجیبه وقتی که با هم تفاهم میکنن که اولا پا یک متن واحد بیان و بعد دیگه شاخص و کسی که اون متن رو نمایندگی میکنه یعنی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی رو دعوت کنن و این اکثریت رو همونطور که دیدیم تقدیمش کنن. خب این در واقع آکتی بود که تو این جلسه تثبیت شد، یعنی در واقع اون فراز اصلی اون اکثریتی بود که به دست اومد بود. منتها اینو به عنوان بیلان سال 2023 مطرح کردن، گفتن حالا سال 2024 ما میخواییم وارد یک حرف جدید بشیم، بیانیه جدیدی بیاریم. اون بیانیه قبلی تابع شرایط دوران قیام بود که اشاره کردم، شعارهاش، خواستهاش. الان بیانیه جدید که اینا آوردن خب تابع تحولات امروزه. امروز ما تو صحنه شاهد هستیم چطور کانونهای شورشی داره حرفشون، خطشون، فعالیتشون پیش میره، گسترش پیدا میکنه در کمیت و کیفیت. اینجا شما شاهد بودید که این نماینده ها اونم باز از هر کدوم از زاویه خودشون اومدن پای موضوع حق مقاومت، اینکه مقاومت یک حق طبیعیه، یک حق خدشه‌ناپذیره و برای این استناد کردن به قانون اساسی خودشون. تو قانون اساسی فرانسه، یعنی در قانون اساسی فرانسه مبتنی بر بعضی از متونش بر پایه دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه است 1789 که اونجا تو ماده 2 اون بیانیه جهانی حقوق بشر و شهروند میگه که مقاومت در برابر ظلم حق طبیعی و خدشه‌ناپذیر بشره. اینا این اصل رو برداشتن میگن که هر شهروند ایرانی، اونجا برای شهروند فرانسوی 200 سال پیش بود، هر شهروند ایرانی از این حق برخورداره. و آقای شاسین اومد گفت ما اون چه که اجداد ما در 200 سال پیش اومدن تو این بیانیه گذاشتن و پدران ما در جنگ مقاومت مسلحانه فرانسه علیه اشغالگرای نازی، علیه فاشیستای نازی، این حق رو اعمال کردن دیگه. 4-5 سال جنگیدن. خب حالا این حق طبیعی، ترجمان این حق، تجسم این حق امروز در خاک ایران کانونای شورشیان که دارن این حق رو اعمال میکنن، این حق رو پیش می. حالا این آقای شاسین مثلا کمونیسته، همتای آقای شاسین که راسته و اصلا از افکار دیگه ایه، از زاویه دیگه ای. خب یه کمونیست، خب یه زاویه انقلابی و انقلابات، نمیدونم انقلاب اکتبر رو اینطوری نگاه میکنه. اون مثلا یه فرد راسته، یه فرد لیبراله، اونم از زاویه خودش اومد استناد کرد، اون اومد اصلا به سرود ملی فرانسه استناد کرد. خب تو سرود ملی فرانسه هم که از همون انقلاب برخواسته، اونجا اشاره میکنه، اصلا داره توی ترجیبندش میگه شهروندان سلاح برگیرید، گردانهای خود را تشکیل دهید. خب این یک سرودی مال شور انقلابی 200 سال پیش. این همینو رفرانس داد به این شرایط کنونی ما، گفت مردم ایران همونطور که جنرال دوگل گفت که خطاب به مردم فرانسه گفت که شعله مقاومت خاموشی پذیر نیست و خاموش نخواهد شد، خب کانونهای شورشی که امروز تو ایران فعالیت میکنن خودشون یادآور این پیام. بله، یعنی همونطور که شما توضیح دادین تلاش های میلیمتری و ریز بافت مقاومت در طول این سالیان به جناهای مختلف در پارلمان های کشورها، الان بحث فرانسه است، این رو به اثبات رسونده که در واقع این استراتژی درست برای مقابله با این رژیم داره. بله، و هر کدوم با اون ورسیون و اون بیان خودشون. مثلا آقای سولینیا که سوسیالیست بود، من الان اون نمونه کمونیستش رو گفتم، نمونه راستم گفتم، این اومد گفت که کی میگه این قیام مثلا خابیده، تداوم این قیام اینه که هزاران کانون شورشی الان دارن اون خواسته مردم رو تو ایران با فعالیت خودشون، با اکتیویته خودشون
پیش میبرن. مثلا اینا سه تا نماینده از سه جناح مختلف که همشون تو این کمیته پارلمانی هستند که آقای برار گفت ما اون موقعی که اینا رو دوره هم جمع کردیم، حالا خب اینا یه دوره عوض میشه، یه دوره دیگه پارلمانترهای دیگه متناظر اینا از همون جناها میان همون مسیر رو ادامه میدن. با تشکر از توضیحات شما. ارتباطمون برقرار هست با دکتر خسرو نیکزاد از ایتالیا. ضمن سلام به شما، از شما میخوایم که برامون بگین در ماهای اخیر در ایتالیا چه فعالیت‌هایی به طور مشخص هم در پارلمان ایتالیا داشتیم. بفرمایید. بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت مهمان عزیزتون آقای بهزاد نظیری، سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنانم و درود می‌فرستم به کانون‌های شورشی که با عملیات خودشون، عملیات ستم شکن و ظلم شکن خودشون به ما امید و انگیزه میدن که ما هم توی خارج از کشور بتونیم در حد خودمون فعالیت بکنیم. عرض کنم من قبل از این که بخوام به فعالیت ها توی ایتالیا اشاره بکنم، میخواستم یک نکته ای رو که معمولا در بحث ها گفته نمیشه و من میخوام اینو مستقیما روی سخنم باشه با جوانانی که توی ایران هستن، با جوانهای شورشی و مردم قیام آفرین باشن. یک نکته هایی رو که در پشت پرده های این به اصطلاح حمایت های وسیع و گسترده بین المللی هست یه اشاره بکنم. همونطور که شما اشاره کردید، این حرکت های میلیمتری مقاومت در طول این سالیان رو من میخواستم یک اشاره کوتاهی بهشون بکنم. ببینید شورشیان عزیز، این حمایت هایی که در سطح گسترده بین المللی از خانم مریم رجبی و از مقاومت ایران و از عملیات شما شورشیان میشه، اینها طوری نیستش که ما یک آلترناتیو مثل آلترناتیو استعماری و ارتجایی نیستیم که همه تلویزیون های جهان پشت سر ما باشن، همه قدرت های جهان پشت سر ما باشن، همه پول های جهان پشت سر ما باشن. برعکس، هر کاری هم که میکنیم که میلیمتری به قول همین خواهرمون در این سالها میکنیم و زحمت های فراوانی که خود مجاهدین در درجه اول میکشن و هوادارانشون، اینها رو ما باید به زور خودمون رو تحمیل بکنیم به همه این ارگان های بین المللی تا از ما صحبتی بکنن. بنابراین اگر که یک همچین پیروزی هایی رو بزرگی رو خانم مریم رجبی با تلاش شبانه روزی خودشون در درجه اول و همه مجاهدین و هوادارانشون این چیزها رو به دست میارن، این موفقیت ها رو به دست میارن، ساعت ها و ساعت ها کار، کمخوابی، گذشتن از همه خواسته های فردی و شخصی خود تا بشه این کارها رو یواش یواش به جلو برد. هر 200 نفر 300 نفر نماینده و سناتوری که تو این کشور و تو اون کشور میان پای این قضیه و این دهمادهی خانم مریم رجبی و حق مشروع دفاع از خود مردم ایران رو به رسمیت میشناسن، اینها همینجور مفت و مجانی به دست نمیاد. اینا ساعتها کار میشه. من خودم افتخار این رو داشتم که در خدمت یک تیم از خواهران و برادران و مجاهد و هواداران باشم تا بخوایم بریم این حمایت ها رو هم در ایتالیا و هم در پارلمان اروپا داشته باشیم. اینها ساعت ها وقت میخواد که با هر کدوم از اینها تک به تک صحبت بکنیم. اینقدر رژیم شیطان سازی بر علیه مجاهدین و این مقاومت کرده و اینقدر استعمار با همدستی و مماشات خودش این شیطان سازی ها رو توی بوق و کرنا کرده که خیلی ها اصلا فکر میکنن که جریان واقعا همینطوره که رژیم میگه. وقتی که میری باهاشون صحبت میکنی، برای من بارها اتفاق افتاده که میریم باهاشون صحبت میکنیم، مثلا یک رو به ما وقت دادن، ولی اینقدر بحث براشون جالب میشه وقتی ما صحبت از واقعیات جامعه ایران میکنیم، وقتی صحبت از کانونهای شورشی میکنیم و سیاست سر مار در تهران میکنیم، اینقدر بحث براشون جالب میشه که اون یک رو تبدیل میشه به یک ساعت. حتی چیزهای خودشون رو، اون قرار ملاقات های خودشون رو که بعد از ما داده بودن، اون رو پاک میکنن تا بفهمن اصل قضیه چیه. منظورم اینه که
این کارهایی رو که سازمان مجاهدین خلق ایران میکنه، مقاومت ایران میکنه و خانم مریم رجوی در رأس همه اینها میکنه، اینها چیزی نیست که کسی از بالا هدیه کرده باشه. اینها با تک تک و ذره ذره و ساعت ها زحمت خود همین مجاهدین و هوادارانشون در خارج از کشور انجام شده. من می‌خواستم این نکته رو قبل از هر چیز بگم. و به لحاظ سیاسی همونطور هم که برادر عزیزمون آقای بهزاد نظیری گفتن، الان ما وارد یک فاز جدیدی شدیم و این فاز جدید فازیه که ما باید به این دولت‌ها بقبولونیم و به نه فقط به این دولت‌ها، به اذهان عمومی اروپا و غرب این رو بفهمونیم که مردم ایران تحت ظلمی هستند که برای جدایی، برای رهایی از این ظلم که بهشون میشه، حق دفاع از خود داشته باشن. چون شما خوب میدونید که توی خارج از کشور وقتی صحبت از دفاع میشه، وقتی صحبت از به خصوص دفاع قهرامیز میشه، باید که یک پشتوانه به اصطلاح قوی داشته باشه تا تو بتونی این صحبت رو جا بندازی توی کشورهای به خصوص کشورهای اروپایی که در اونها، در اونجا مبارزه پارلمانی و دموکراتیک و اجتماعی هست و براشون صغیر هست که متوجه بشن که ملت ایران چی داره میکشه، چه ستمی رو داره میکشه تا قبول بکنن که یک مبارزه قهرامیز حق مردم ایرانه. وقتی که ما میریم صحبت میکنیم و همه این حقوق مردم ایران رو جلوشون میذاریم و ستمهایی که به مردم ایران میشه، اعدامها، شکنجه‌ها و فشارهایی که به زنان مردم ایران میاد به خاطر حداقل‌ها، اینها تازه متوجه قضیه میشن و این حمایت ها رو همونطور که خودتون هم قبلا گفتید، حمایت از مشروعیت حقوق، حق دفاع مردم ایران در مقابل ستم رو اینها قبول میکنن و میان پاش امضا میکنن. این یک نکته بسیار مهمیه، بسیار مهمیه که از قلب مبارزه همین شورشی ها در میاد، از قلب مبارزه همین قیام کننده ها در میاد که نتیجه مبارزه شون گاه به زندان ها و شکنجه گاه ها و گاه به اعدام ها میکشه. همین حقوق بشری که زیر پا میشه اینها رو میچرخونه، نظریات اینها رو میچرخونه، شیطون سازی ها رو خراب میکنه و راه رو باز میکنه تا از مقاومت مردم ایران حمایت بکنه.